طراحی و ساخت سیستم هایی که مغناطیسی هم خب بنابر مغناطیسه، خب کاریش نمیشه کرد، توان کاریشون بنابر بار الکتریکی منفیه و مغناطیسی میدان مغناطیس دارن. این طراحی و ساختشون به این صورته، بیشترشون هم با بوق یا صوت کار میکنن. ولی دست سیستم هایی که فرکانسی هستن، نوع طراحی مدارشون حتما باید با ساختار عملکردی فرکانس باشه و خود مدارم فرکانس رو تشخیص میده. هیچ وقت طلا مغناطیسی نمیشه و هیچ شرایط مغناطیسی رو به خودش نمیگیره. شما عدد ویدیایی رو وقتی بر روی یک هدف مانند طلا تعیین میکنید، ببینید طلا فرکانس بازتابیش، بعضیا میگن متفاوته، نه طلا هیچ تفاوتی در فرکانس بازتابش نداره، یعنی در انرژی و تشعشعش نداره، به شرطی که اون طلای طلا باشه، یعنی کیفیت داشته باشه. شما طلای عیره 18 تا 24 اگه در نظر بگیرید، میتونید با ویدیوهای 55 اون رو بگیرید، حالا با ترشولدهای متفاوت، و باید با یه ترشولد به اندازه اون سطح حجمی که تعیین کردید بتونه طلا رو بگیره. حالا این سطح حجمه برای چیه در سیستم های فرکانسی؟ برای اینه که شما بیاید اون سطح نویز غیر مفید یا پارازیت های غیر مفید رو از دید سیستم حذف کنید. واسه اینه بهش میگن سطح و حجم، ترشولد سطح و حجم، این کار ترشولد انجام میده. پس مفهوم این که بگید مغناطیس به سطح زمین از طلا میاد هیچ واقعیتی نداره، چون مغناطیس پراکنده میشه توسط طلا، چون دیامغناطیسه و دفع کننده مغناطیسه. شرایط کاری یک سیستم برای ترکیب یا تشخیص یا مشخص کردن طلا واضحه، و بازتابش هم انرژی و تشعشعیه که بالاترین جریان میدان الکتریکی طلا که نشأت گرفته از میدان فرکانسیشه به وجود میاد. یعنی اون طلایی که غالب بر همه منابع میشه، غالب بر آلیاژ های درون خودش میشه و میزانش در درصد بالایی که اسمش رو طلا بذاریم، پس با یه ویدیوی 55 قابل تشخیصه و طلای عره 18 تا 24 رو میتونید به عنوان طلا با میدان غالب مد نظر قرار بدید. حالا چه در آنتنی ها چه در تصویری ها این اتفاق میفته و میتونید تصاویر رو بگیرید، با آنتن کار کنید و عدد ویدیوی مورد نظرش رو به دست بیارید. ولی اگه میزان طلا در یک منبعی پایین باشه، دیگه این که کسی بگه یک سیستم دارای سنسورهای نوری حرارتی میتونه اونو بگیره یا نگیره، این اصلا دیگه وقتی میزان طلا خیلی پایین ترکیب شده در فلزات دیگه است، ببینید ترکیب شده در منابع دیگه است، این دیگه طلا نیست. ولی خود تغییر عدد ترشولد در تعیین حتی اون میزان پایین طلا در منابعی که ترکیب شده آلیاژی شده قابل تشخیصه. این کیفیت در تمام سیستم های فرکانسی هست و طلا میدانش، جریانش، نیروش بر همه منابع غالب میشه و میتونه اونو مشخص کنه. پس کسی نمیتونه بگه فرکانس طلا متفاوته، این بازتاب انرژی و تشعشعی که از طلا میاد، و نمیتونه متفاوت باشه اگه طلایی دارای میزان معین و مشخصی باشه، حتی کنار چندین فلز دیگه باشه، حتی با فلزهای دیگه ترکیب شده باشه. اونایی هم که ترکیب شدن میزان طلاشون پایین‌تره، با یه عدد ویدیوی و ترشولد با سطح پایین‌تر قابل تشخیصه، و در عدد ویدیوی حتی تمام منابع قابلیت تشخیص دارن توسط ترشولد، که هر میزانی از اون طلا به هر اندازه و ابعادی ترکیب شده باشه یا وجود داشته باشه. ولی در مورد تصویری ها بحث تصویر اینه که چون بنابر راداره اصلا همه منابع رو اندازه گیری میکنه، هر منبعی که بازتاب برگشت داشته باشه رادار میگیره، آشکار میکنه، مشخص میکنه. حالا با فیلتر آنالیز میتونید تشخیص بدید که این هدف طلا با آلیاژ بالاست، پایین، مس، روی، با اون که شما عدد ویدیوی وقتی دادید ترکیب لکه رنگاتون مربوط به همون هدفه، ولی با تغییر تنظیمات میتونید منابع دیگر هم تشخیص بدید. این کیفیت یه سیستم فرکانسیه، ولی اپراتور باید در زمان تمرین به همه این نوع ترکیب ها، تبدیل ها بنابر دستورالعمل ها دست پیدا کرده باشه، آشنا شده باشه، تمرین کرده باشه تا در صحنه اصلی کار بتونه از اون بهره ببره. دیگه سیستمی که فلزات و طلا رو در سطح و در عمق میگیره در زمان تمرین و تست، صحنه اصلی کار اپراتوری که باید توانایی تضمین کار خودش رو نسبت به چنین سیستمی نشون